آداب و احکام قبل و بعد از مردن چیست؟ آدابی که در این باره مطرح است دو بخش دارد. بخشی مربوط به قبل از مرگ است که با عنوان احکام محتضر از آن یاد می شود و بخشی مربوط به پس از مرگ که از آن با عنوان احکام اموات نام برده می شود و هر کدام برای خود واجبات و مستحباتی دارد. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکس مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد نکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید. احکام محتضر. الف، واجبات. مسلمانی را که محتضر است، یعنی در حال جان دادن است، باید به پشت بخوابانند، به طوری که کف پایش به طرف قبله باشد، چه مرد باشد و یا زن، بزرگ باشد یا کوچک. و اگر خواباندن او کاملا به این طور ممکن نیست، بنابر احتیاط واجب تا اندازه‌ای که ممکن است باید به این دستور عمل کنند و اگر ممکن نشد رو به قبله بنشاند و اگر آن هم ممکن نیست به پهلوی راست یا به پهلوی چپ و رو به قبله بخواباند. البته اهل سنت این امر را مستحب دانسته و میگویند محتضر باید بر پهلوی راست خوابانده شود. به مستحبات. شهادتین و اقرار به 12 امام علیهم السلام و سایر عقاید حق را به کسی که در حال جان دادن است طوری تلقین کنند که بفهمد و نیز مستحب است چیزهایی را که گفته شد تا وقت مرگ تکرار کنند. این دعاها را طوری به محتضر تلقین کنند که بفهمد: اللهم اغفر لي الكثير من مساعيك و اقبل مني اليسير من طاعتك يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير اقبل مني يسيرا و عفو عني الكثير انك انت عفو الغفور اللهم ارحمني فانك الرحيم. کسی را که سخت جان می دهد، اگر ناراحت نمی شود، به جایی که نماز می خوانده ببرند. برای راحت شدن محتضر بر بالین او، سوره مبارکه یاسین، صافات، احزاب، آیت الکرسی و آیه 54 سوره اعراف و 3 آیه آخر سوره بقره را بخواند. جیم مکروهات. تنها گذاشتن محتضر. گذاشتن چیز سنگین روی شکم او، حضور جنوب و حائض نزد او، حرف زیاد زدن و گریه کردن در کنار وی، تنها گذاشتن زنها نزد او. احکام اموات. الف، مستحبات قبل از دفن. بعد از مرگ مستحب است که دهان میت را باز نگذارند و چشم ها و چانه میت را ببندند و دست و پای او را دراز کنند و پارچه ای روی او بیندازند. دو، اگر شب مرده است در جایی که مرده چراغ روشن کنند. برای تشییع جنازه او مؤمنان را خبر کنند و در دفن او عجله نمایند، ولی اگر یقین به مردن او ندارند باید صبر کنند تا معلوم شود. به واجبات. غسل، هنوت، کفن، نماز و دفن مسلمان بر هر مکلفی واجب است و اگر بعضی انجام دهند از دیگران ساقط می شود و چنانچه هیچ کس انجام ندهد همه معصیت کردند و برای این امور باید از ولی میت اجازه بگیرند. دو، واجب است میت را سه غسل دهند. اول به آبی که با سدر مخلوط باشد، دوم به آبی که با کافور مخلوط باشد، سوم با آب خالص، و اگر برخلاف این ترتیب انجام شود باید دوباره غسل ها انجام پذیرد به نحوی که ترتیب حاصل شود. حتی اگر میت را دفن کردند
چنانچه نبش قبر موجب هتک میت نباشد، نبش قبر برای رعایت ترتیب غسل‌های سگانه واجب است. ضمن این که اهل سنت در این باره فقط یک غسل را با آب خالص کافی دانسته و دو غسل دیگر را مستحب می دانند. کیفیت هر غسل هم مثل غسل جنابت است و احتیاط واجب آن است که تا غسل ترتیبی ممکن است میت را غسل ارتماسی ندهند و احتیاط مستحب آن است که در غسل ترتیبی هر یک از سه قسمت بدن را در آب فرو نبرند بلکه آب را روی آن بریزند و کسی که میت را غسل می‌دهد باید مسلمان 12 امامی عاقل و بالغ باشد و مسائل غسل را هم بداند. 3. میت مسلمان را باید با 3 پارچه که آنها را لونگ، پیراهن، سرتاسری میگویند کفن نماید. لونگ باید از ناف تا زانو اطراف بدن را بپوشاند و بهتر آن است که از سینه تا روی پا برسد و بنابر احتیاط واجب پیراهن باید از سر شانه تا نصف ساق پا تمام بدن را بپوشاند و درازی سرتاسری باید به قدری باشد که بستن دو سر آن ممکن باشد و پهنای آن باید به اندازه‌ای باشد که یک طرف آن روی طرف دیگر بیاید و کفن کردن میت با چیز غصبی یا نجس و با پارچه ابریشمی خالص یا پارچه‌ای که از پشم و یا موی حیوان حرام گوش تهیه شده در حال اختیار جایز نیست. مستحبات در هنگام دفن. خوب است به امید آن که مطلوب پروردگار باشد قبر را به اندازه قد انسان گود کنند، میت را در نزدیکترین قبرستان دفن نمایند مگر آنکه قبرستان دورتر از جهتی باشد، مثل آنکه مردمان خوب در آنجا دفن شده باشند یا مردم برای فاتحه اهل قبور بیشتر به آنجا روند. جنازه را در چند متری قبر زمین بگذارند و تا 3 مرتبه کم کم نزدیک ببرند و در هر مرتبه زمین بگذارند و بردارند و در نوبت 4 وارد قبر کنند و اگر میت مرد است در دفعه 3 طوری زمین بگذارند که سر او طرف پایین قبر باشد و در دفعه 4 از طرف سر وارد قبر نمایند و اگر زن است در دفعه 3 طرف قبله قبر بگذارند و به پهنا وارد قبر کنند. در موقع وارد کردن جنازه در قبر جنازه را به آرامی از تابوت برداشته و وارد نمایند و پارچه ای را روی قبر بگیرند. گذاردن جرید تنگ در قبر مستحب است و آن عبارت است از اینکه 2 چوب تازه حدوداً به اندازه 0.5 متر و ترتیب اولویت از درخت خرما یا سدر یا بید یا انار و یا هر درخت دیگری را تهیه نموده و زیر بغل‌های میت بگذارند. دعاهایی را که دستور داده شده پیش از دفن و موقع دفن بخوانند. بعد از آن که میت را در لحد گذاشتند، گره‌های کفن را باز کنند و صورت میت را روی خاک بگذارند و بالشی از خاک زیر سر او بسازند و پشت میت خشت خام و یا کلوخی بگذارند که میت به پشت بر نگردد. پیش از آن که لحد را بپوشانند دست راست را بر شانه راست میت بزنند و دست چپ را به قوت بر شانه چپ میت بگذارند و دهان را نزدیک گوش او ببرند و به شدت حرکتش دهند و 3 مرتبه او را به شهادتین تلقین نمایند. کسی که میت را در قبر می‌گذارد با طهارت و سربرهنه و پابرهنه باشد و از طرف پای میت از قبر بیرون بیاید. غیر از خیشاوندان میت کسانی که حاضرند با پشت دست خاک بر قبر بریزند و بگویند انا لله و انا الیه راجعون. اگر میت زن است کسی که با او محرم می باشد او را در قبر بگذارد و اگر محرمی نباشد خیشانش او را در قبر بگذارند. قبر را مربع یا مربع مستطیل بسازند
و به اندازه 4 انگشت از زمین بلند کنند و نشانه ای روی آن بگذارند که اشتباه نشود و روی قبر آب بپاشند. بعد از پاشیدن آب، کسانی که حاضرند دست ها را بر قبر بگذارند و انگشت ها را باز کرده در خاک فرو برند و 7 مرتبه سوره مبارکه انا انزلناه بخوانند و برای میت طلب آمرزش نمایند و این دعا را بخوانند: اللهم جاف العرض ان جنبيها واسد عليك روحه ولقه منك رزوانا واسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به ان رحمه من سواك. پس از رفتن کسانی که تشییع جنازه کرده اند مستحب است ولی میت یا کسی که از طرف ولی اجازه دارد دعاهایی را که دستور داده شده است به میت تلقین کند. بعد از دفن مستحب است صاحب عزا را سرسلامتی دهند، ولی اگر مدتی گذشته است که به واسطه سرسلامتی دادن مصیبت یادشان می آید ترکان بهتر است و نیز مستحب است تا 3 روز برای اهل خانه میت غذا بفرستند و غذا خوردن نزد آنان در منزلشان مکروه است. مستحب است انسان در مرگ خیشان، مخصوصا در مرگ فرزند، صبر کنند و هر وقت میت را یاد می کند انا لله و انا الیه راجعون بگوید، برای میت قرآن بخواند و سر قبر پدر و مادر از خداوند حاجت بخواهد و قبر را محکم بسازد که زود خراب نشود. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکس میدیا. برای ویدیوهای اینچنینی نکس میدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.